درود بر شما ساناز عزیز و بینندگان گرامی برنامه دنیای عشق امروز. ساناز جون، سوژه امروز خیلی مهمه، بسیار بسیار اهمیت داره، به خاطر اینکه خیلی همگانیه و به خصوص برای ما که مهاجر هستیم و عزیزانی که حتی داخل ایران دارید زندگی میکنید و یا فارسی زبانان عزیز در سراسر دنیا، حتی عزیزانی که ایرانی نیستید، ایرانی تبار نیستید ولی فارسی صحبت میکنید، این سوژه بسیار پر اهمیتیه. و اونم اینه که باید با کسی که در رابطه هستید اگر افسردگی دارند باید چه بکنید. اول قبل از هر چیز بیایید افسردگی رو، حالا نه این که به طور علمی که توی دانشگاه به ما درس دادن، ولی افسردگی رو با علائمش بتونیم تشخیص بدیم، چون هر چیزی نمیتونه افسردگی باشه، خیلی علائم مشخصی داره، به خصوص افسردگی مزمن و یا major depression مشخصاتش بسیار متفاوت هستن با کسانی که chronic depression دارن و یا افسردگی ساده دارن. اونطور که هستش، افسردگی انواع مختلف داره، میتونه با مشکلات دیگه همراه بشه، به همین جهت نمیتونیم فقط با یک برچسب افسردگی و یا depression یه نفر رو دایگنوز بکنیم و یا تشخیص بدیم که مشکلشون چی هستش. افسردگی مزمن و یا افسردگی major depression بسیار بسیار جدی است. اگر بیشتر از 6 ماه این علائم دیده بشه 100% باید، حالا علائم دیگه اش هم باید رفت پیش متخصص، ولی 100% اینا بسیار جدی هستن. اگر که طرفمون هیچ نوع انگیزه‌ای برای انجام کاری نداشته باشه و یا کارها رو با بی انگیزگی شدید انجام بده، اگر که مرتبا خیلی حس سنگینی شدید داره، حرکت کردن براش خیلی سخته، به تمیزی و نظافت خودش اصلا نمیخواد برسه، شاید هفته ها حتی حمام نخواد بکنه و یا اگر میخواد حمام بکنه خیلی براش سخته، لباس عوض کردن حتی و یا تصمیم گرفتن در مورد این که لباسش رو بخواد عوض بکنه براش مشکله، محیط دور و برش اکثر مواقع اهمیتی بهش نمیده و نامنظم و نامرتبه، غذا خوردنش نامنظم و نامرتبه به طوری که یا پرخوری بسیار زیاد داره و یا اینکه اصلا اشتها نداره و نمیخواد غذا بخوره، اغلب خوابش به هم ریخته است یا کم خوابی بسیار مزمن داره و یا اینکه بیشتر از 12 ساعت در روز میخوابه، غمگینه، حوصله حرف زدن نداره، مرتبا گریه میکنه و یا اینکه حالت افتادگی داره، با کسی نمیخواد صحبت بکنه، اگر صحبت میکنه صداش بسیار محزونه و غمگینه و همش راجبه ناامیدی، بی امیدی، بی فایدگی، حس پوچی، عدم داشتن هیچ هدفی برای آینده. و در مورد اینی که میخوام بمیرم، آرزو دارم بمیرم، کاش مرده بودم، چرا نمیمیرم، زندگی به چه درد میخوره، و یا اینکه برنامه‌ای داره برای اینکه بخواد به زندگی خودش پایان بده و راجبش صحبت میکنه. اکثر مواقع افسردگی مزمن همراه میشه با استعمال از مواد مخدر، قرص‌های خواب‌آور، قرص‌های ضد اضطراب، قرص‌های افسردگی، قرص‌هایی که به درد مربوط میشن، ضد حالا برای سردرد یا انواع دردهای مختلف عضلانی، کمردرد، گردندرد، بدندرد، مشروب، استفاده از مواد مخدر، سیگار فراوان،
یا ویپ، اینها همه نشانه های این استش که شخص از طریق استفاده از مواد مخدر و یا قرص داره خودش رو نابود میکنه. با نوجوانان ما این رو هم میبینیم که بدن خودشون رو با تیغ و یا چاقو میبرن و خب این هم نشانه دیگری است از مشکلات دیپرشن. بعضی وقتا هستش که دیپرشن میتونه دیپرشن ساده‌ای باشه، شخص بی‌انگیزه است، حوصله نداره، غمگینه، بی هدف، هیچ کاری دلش نمیخواد بکنه، هیچ جایی دلش نمیخواد بره، با کسی نمیخواد صحبت بکنه، ولی علارغم اون حس و حال که داره ولی کارهای روزمرگیشو انجام میده و یا به نظافت خودش میرسه، به محیط اطرافش میرسه، به کارش میرسه، به آدمای دور و برش میرسه، ولی روحیه غمگین و افسردهی داره. گاهی اوقات هستش که افسردگی با سایکاتیک دیسوردر همراه میشه، شخص صدا میشنوه یا احساس میکنه کسی باش صحبت میکنه و یا علائم این رو داره که اون با کسی صحبت میکنه که نیست، اون شخص نامرئیه، و یا صدا میشنوه و یا از حالت عادی خارجه، روز نمیدونه چه روزیه، ماه نمیدونه چه ماهیه، سال نمیدونه چه سالیه، ژولیده است، افکارش در هم بر همه، صحبتاش اصلا منطقی نیست، خیلی وقتا پرخاشگری، عصبانیت، خشم و خشونت همراه داره و خب خیلی خطرناکه این نوع افسردگی. به همین جهت بسیار بسیار مهمه که اگر کسی توی زندگی شما هست که افسردگی مزمن داره و یا حتی افسردگی ساده که میتونه به افسردگی مزمن تبدیل بشه، حتما حتما کمک بگیرین و نذارید که قضیه بالا بگیره. حالا خود افسردگی چه دلایلی داره؟ ما تا شاید حتی، یعنی حالا برای من که 36 سال توی کار حرفه‌ای روانشناسی هستم و 12 تا 16 سال اصلا تعلیماتم توی کار روانشناسی بوده، میتونم بهتون بگم که از همون اول هم تئوری‌های مختلف روانشناسی از لحاظ نقص شیمیایی در بدن و مغز منطقی نبود، به خاطر اینکه این نمیتونست کل افسردگی رو توضیح بده و واقعا هم این تئوری ثابت شده ای نبود، یعنی یه تئوری فرضی بود و کارخونهای داروسازی و شیمیایی اون رو تبلیغ کردن، توسعه دادن به نفع جیب خودشون و میلیون ها آدم رو بدبخت و معتاد و بیچاره کردن و در آخرش هم اون داروها کاری برای آدم ها نکرد، برای اینکه نمیتونست بکنه، به خاطر اینکه فقط یه برچسب کمبود سروتونین و یا نوروترانسمیتر در بدن نمیتونه چیزی به پیچیدگی افسردگی رو حلش بکنه و یا توجیهش بکنه. و الان حتی از سال 2019 به این طرف، شاید هم حتی قبل از اون، بسیاری از مقاله های روان پزشکی حتی و پزشکی بر علیه داروهای روان پزشکی و اینی که اصلا دیپرشن ربطی به آیا نوروترانسمیترها و به خصوص سروتونین داره و یا نداره، اینو نفی کردن. یکی از مهمترین و معتبرترین ژورنال های روان پزشکی که Molecular Psychiatry ژورنال هست، حتی مقاله بسیار مهمی رو در اکتبر یا نوامبر سال 2022 چاپ کردن که تیتر اون این بود که
نف بکنه. تمام تحقیقاتشون بر این پایه بود که نف بکنه که اصلا سروتونین نقش اصلی و اساسی رو در دیپرشن و یا افسردگی بازی نمیکنه. و نمیتونه این باشه. ولی اون چرا که کشف کردن که ماها که تو کار روانشناسی هستیم، سالهای ساله تو کار روانشناسی هستیم، این هستش که رابطه مستقیم افسردگی با اتفاقات کلیدی و دردناک زندگی، traumatic events، این خط مستقیم داره. یعنی این که اتفاقاتی که برای ما افتاده که ما نتونستیم اونها رو حل بکنیم، که حتی از 80 سال پیش در علم روانشناسی بهش اشاره شده بوده، از سالهای 1940 به این طرف ما این اطلاعات، حالا 1930 به این طرف ما این اطلاعات رو به طور موثق داریم و اصلا جزو علم پزشکی بوده از قرنها پیش که مشکلات روحی، روانی، عاطفی ما به خاطر اتفاقات زندگی هستش و دردهای ناگفته، دردهای حل نشده، دردهای قورت داده شده ما که هیچ موقع راه حلش رو پیدا نکردیم و چه بسا اونها منجر به آسیب هایی است که ما به خودمون زدیم، به دیگران زدیم. و خب اینها قابل حل هستند بدون استفاده از قرص و فعل و انفعالات شیمیایی بدن رو به هم زدن. و ما این رو میدونیم از طریق کارهایی رو که ما توی روانشناسی داریم با مریضامون انجام میدیم، که وقتی که مریض مشکلات روحی عاطفی خودش رو و اتفاقات دردناک زندگیش رو حل میکنه، مسائل کاملا برطرف میشن، افسردگی کاملا برطرف میشه، حال آدم ها خوب میشه، انگیزه شون برمیگرده، سلامتیشون برمیگرده، شادی و خوشحالیشون برمیگرده، روابطشون روابط بسیار بسیار سالمی میشن، زندگیشون 180 درجه تغییر میکنه، حالشون خوب میشه، کارشون خوب میشه، درآمدشون خوب میشه، روحیهشون خوب میشه، کل زندگی تغییر میکنه. و ما اینو حتی توی 3 روز کارگاه تجربه میکنیم با آدم ها. داروشون رو کنار میذارن، سیگارشون رو کنار میذارن، غم و درد و ناراحتی و رفتارهای ناهنجار و خشما و عصبانیت و گریه ها کنار میره، ورزششون شروع میشه، وزنشون کم میشه به طور بسیار بسیار زیادی، خوابشون تنظیم میشه، هورموناشون تنظیم میشه، مریضی هاشون کنار میره، مریضی زخم معده، فشار خون، مرض قند، تیروئید، آسم، MS، فراموشی، ببینید اینها، سرطان، اینها عدد کوچکی نیست، اینها نتایج کوچکی نیست، این عنصر زندگی ما در احساسات و در روان ماست، در اون روحیه ماست، در افکار و گفتار و رفتار ماست. و وقتی که ما از لحاظ روحی، عاطفی، فکری، احساسی، کلامی، رفتاری تغییر می کنیم، خب این 80-90 درصد زندگیه و تغییر می کنه. آیا فعل و انفعالات شیمیایی تأثیر روی ما داره؟ خب بله، اینو نمیشه انکار کرد. ولی آیا تأثیر اون چیزیست که تا به حال به خورد آدم ها دادن که تو بیا برو این قرص رو بخور حالت خوب میشه؟ نه، تحت هیچ شرایطی این صدق نمی کنه. قرص ها رو قطع کنین، نخورین، و درمان اصلی رو برای دردمون باید پیدا کنیم و اونم این استش که دردمون رو بتونیم به کسی بگیم که اون بتونه
از طریق گفتار درمانی، افکار درمانی، رفتار درمانی، احساس درمانی، تمام جنبه ها رو من دارم میگم، نمیتونه یکیش باشه، باید همه اینها باشه. چرا من تاکید میکنم، هر روز بهتون تاکید میکنم توی کارگاه ها شرکت کنی و برای خودتون ببینین معجزه کارگاه ها رو، به خاطر اینکه معجزه کارگاه ها گفتار درمانی، رفتار درمانی، افکار درمانی، احساس درمانی است، یعنی همه جانبه است. به همین جهت هستش که شما توی سه روز تحولات خارق العاده ای رو میبینید که اصلا نمیتونید پیش خودتون فکر بکنید که اصلا این امکان پذیره، مگه میشه؟ 100% که میشه، به خاطر اینکه وقتی شما همه جانبه یه مسئله رو بهش درمان رو میرسونید، انسان حالش رو خوب میشه. به همین علت هستش که این خیلی اهمیت داره. چه کار باید بکنید با کسی که افسردگی داره و دوستش دارید؟ اولین چیزی که خیلی مهمه، بسیار اهمیت داره، اینه که اون شخص رو قضاوت نکنین، شماتت نکنین، انتقاد نکنین، اذیت نکنین، خشونت باهاشون نکنین، تحقیر نکنین. اینا رفتارهای بسیار بسیار نادرست و ناپسند و غیر انسانی هستن با کسانی که دست خودشون نیست. خیلی وقتا انسانها اصلا نمیدونن چرا افسرده هستن و حالشون خوب نیست، انگیزه ندارن، بی‌حوصله‌ان، هیچ کاری دلشون نمیخواد بکنن، بی هدفن، سنگینن، حالت رخوت دارن، از هیچ چی خوششون نمیاد، هیچ چیزی خوشحالشون نمی کنه، عصبانین، عصبیان، بد اخلاقن، غمگینن. خب نمیدونن چشونه. اینی که شما هی بهشون بگین تو چته؟ تو چرا همیشه اینطوری هستی؟ تو چرا هیچ خوشحالت نمیکنه؟ پدر منو درآوردی، خسته شدم ازت. خب اینا که راه حل نیستش که. اون نمیدونه که چشه. حالش بده، مریضه، احتیاج به کمک داره. خب اون بر قضیه، اینم نمیگم که دوستی خاله خرسه باشون بکنین، هی تحمل بکنین، هی هیچی نگین، هی مهربونی بکنین، نه اونم نمیگم، یعنی اون بر قضیه هم نیفتین لطفا. ولی اون چیزی که خیلی مهم و اساسی هستش این هستش که اولا به فکر درمان برای خودتون باشین، چون که وقتی که من در کنار کسی که افسردگی مزمن به خصوص داره، یعنی major depression داره و هیچی خوشحالش نمی کنه و بد اخلاقه و نمیدونم عصبیه و عصبانیه و اون پرخاشگره و ظالمه و کنترلگره و آزاردهنده است واقعا رفتارهاش و خشونت میکنه یا تجاوز میکنه به حد و مرز من لازم دارم که حد و مرز براش بگذارم و بهش بگم که من میدونم که تو حالت خوب نیست، خیلی هم دوستت دارم، تحت هیچ شرایطی رفتار رو تحمل نمی کنم، تو نیاز به کمک داری و من میرم و برای خودم کمک میگیرم و یه فرصتی میدم و یه ددلاینی میذارم و یک ضرب العجلی میذارم و اگر تا اون زمان نرفتی و کمک نگرفتی و حال خودت رو تغییر ندادی، من از این زندگی و از این رابطه و از این خونه حتی خارج میشم، به هر جایی که لازم باشه میرم، تا زمانی که درمان نری و نشی و حالت خوب نشه من بر نمیگردم. و این رو هم تاکید میکنم که این درمان نمیتونه درمان شیمیایی صرفا باشه که فکر کنی یه قرص میخوری حالت خوب میشه، به خاطر اینکه من میدونم که این دوای درد نخواهد بود و تو روز به روز حالت بدتر میشه. و همین جهت باید این درمان اساسی باشه که میتونه شامل دارو باشه ولی نمیتونه فقط دارو باشه و باید پیوسته باشه و تا زمانی که واقعا حالت خوب نشده باشه و یک سالی تحت درمان درست قرار نگرفته باشی، من قبول نمی کنم. یعنی این نمیتونه باشه که تو بری دو تا جلسه بگی اوکی فهمیدم حالم خوب شد، چون افسردگی بین 6 ماه تا 1 سال درمان مداوم لازم داره و من اینو همیشه به شرکت کننده های توی کارگاه میگم، شما
کارگاه اول، دوم و دوره سوم رو باید جزء برنامه درمانیتون بگذارین. نمیتونی فقط بگین یه کارگاه میام حالم خوب میشه، یه کارگاه میان حالتون بهتر میشه، کارگاه دوم رو میاین حالتون خوب میشه، دوره سوم رو لازم دارین که حال خوب رو نگه دارین. یعنی تمرین بکنین هر روز در نگهداری و به ثبت رساندن حال خوب. نمیتونی شما بگین عجیم عجیلا ترجیم حالم خوب میشه. این مریضی است که نیاز به درمان داره. و چه کار باید بکنین با کسی که این مریضی رو داره؟ باید خیلی محکم بیستین که تو 100% نیاز داری که تحت درمان قرار بگیری و من تحت هیچ شرایطی، چون خیلی دوستت دارم تو، چون خیلی برای من آدم مهمی هستی، چون واقعا از صمیم قلب عاشقت هستم، نمیخوام بذارم که به من و به خودت آسیب برسونی و این ادامه پیدا کنه، چون مطمئنم که حالت خوب نمیشه. حالا خیلی از آدما میگن که نه و تو پیش من بمون و نرو و اگه تو بری من خودم رو میکشم و حالم بدتر میشه و من زنده نمیمونم و حالا میبینی و من میمیرم و خودم رو میکشم. و ببینید، این گروگانگیریه و این گروگانگیری عاطفیه و بسیار بسیار خطرناکه. و حرفتون بعد این باشه که هلو عزیز دلم، من این همه مدت پیش تو بودم، حال تو خوب نشد و دنبال دوا درمونم نرفتی، پس با بودن من و موندن من مسئلت حل نشد و تحت هیچ شرایطی هم من این رو نمیپذیرم، مگر اینکه همین الان اقدام به کمک بکنی و من ببینم که با جدیت پای این کمک گرفتنت ایستادی، اون زمان یه فرجه میدم. ولی اگه ببینم که نه، فقط به خاطر که دهن من رو ببندی داری الکی پلکی میری کمک میگیری، خب تحت هیچ شرایطی من وای نمیسم، چون میدونم که باز دوباره داری منو اینجا نگر میداری و جدیتی نداری در مورد کمک کردن به خودت و این موضوع برای من خطرناکه، چون که در کنار تو منم عصبی میشم، منم افسرده میشم، منم امیدمو از دست میدم، منم سلامتیم تحت شعاع قرار میگیره، منم از زندگی هیچی نمیفهمم، لذت نمیبرم. به همین جهت تو مسئولیت داری در قبال من و در قبال خودت و در قبال خانوادمون که کاری بکنی در مورد مریضیت. و تحت هیچ شرایطی هم نمیپذیرم بهانه های الکی، استرس کاره، استرس ورشکستگیه، استرس نمیدونم مرگ مادرمه، استرس مریضیمه، استرس اینه، استرس اونه. نه، این افسردگیه و لازم داری بری درمان رو پیدا بکنی، به خاطر اینکه این افسردگی هست که همه اون استرس های دیگر رو داره دامن میزنه. و این رو من قبلا هم گفتم و بازم میگم، ما وقتی که میخوایم زمینه های دیگه زندگیمون رو درست بکنیم، برای مثال شما فکر بکنید که میخواید مسائل مالیتون رو حل بکنید، بعد میرید کار میکنید 18 ساعت در روز کار میکنید، بالانس زندگیتون از بین میره، سلامتیتون از بین میره، ورزش از بین میره، تغذیه از بین میره، خواب از بین میره، رابطه از بین میره، زندگی اجتماعی از بین میره، رسیدگی به زیبایی از بین میره، اعصاب و روان از بین میره، خوشحالی از بین میره، همه اینا از بین میره، ولی پول درست میشه. بعد میگین پولو ولش کن، پول مهم نیست، میخوام از آز معنوی خودم رو درست بکنم. بعد میری خودتون رو میندازین توی نمیدونم اشرم و مدیتیشن و ام و نمیدونم کتاب خوندن و گوش کردن به پادکست و فلان و عله و بله و سمینار و فلان و این رفته، همه چیزها رو دیگه ول میکنین که زندگی معنویتون رو درست کنین. بعد میان میگین اصلا میدونی چیه، این همه من همه کاری کردم، زندگی جنسیمونه که مشکل داره، باید سکسمون رو درست بکنیم. میذارید پشتش که رابطه جنسی درست بشه، از این سکس تراپیست به اون سکس تراپیست، از این نمیدونم اورجی به اون اورجی، از این نمیدونم نگاه کردن به فیلم پورن و خود ارضایی یاد گرفتن و نمیدونم کوندلینی تمرین کردن و همه اینا میفتین توش. خب اوکی، اونم بقیه زندگی
تمام تمرکز میره روی این، یا اینکه میگین که سلامتیم خوب بشه، همه کارام گذاشتم که سلامتیم خوب بشه، فقط و فقط از این دکتر به اون دکتر، از این دکتر به اون دکتر، درمان 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 درمان، همه چیز رو گرول کنم تا سلامتیم خوب بشه. ببینید اینا همه یا اینکه میخوام شوهر کنم، همه چیزهای دیگر یا میخوام زن بگیرم، همه چیزهای دیگر ول میکنم، میخوام اینو روش کار بکنم، یا زندگی زناشوییم فقط، یا بچه دار شدنم فقط. اینا همه تکبودی نگاه کردنه به زندگی. اما اگر بیاید یه چیز رو دنبال بکنید، همه اون چیزها رو باهاش دارید و اونم رشد کردنه. من وقتی که رشد میکنم از درون خوشحالم، سالمم، اعتماد به نفس دارم، خودم رو دوست دارم، مردم رو دوست دارم، رابطه هام خوبه، حالم خوبه، انگیزه دارم، هدف دارم، خب بلند میشم، همه کارامو انجام میدم، نظافتم میرسم، به زیباییم میرسم، به خوشحالیم و شادیم میرسم، خب همه اینا باعث فراوانی آوردن توی زندگی میشه، رابطه هامو درست میکنه، سلامتیمو درست میکنه، رابطه جنسیمو درست میکنه، بچه دار شدنمو، هورمونامو تنظیم میکنه. بابا جون من با یک چیز میتونم همه چیز داشته باشم، ولی وقتی که سرمو میذارم فقط میگم من باید الان نمیتونم برم ورکشاپ، الان نمیتونم رسیدگی بکنم به این موضوع، الان باید برم دنبال پول در آوردن، در صورتی که پول در آوردن رو شما با رشدتون تضمین میکنید، از اون بری نیست، از این بریه. بی دو هاو، باش، انجام بده و بشو. چجوری باش؟ خوشحال باش، سالم باش، آرامش داشته باش، فراوانی داشته باش، خب سخاوت داشته باش، مهربانی داشته باش، عزت کلام داشته باش، مسئولیت پذیری داشته باش، وفاداری داشته باش، ابراز و ارتباط داشته باش، شفافیت داشته باش، اینا رو باش، صداقت داشته باش، راستگویی داشته باش، هدفمندی داشته باش، اینا رو باش، خارق العاده باش. و بعد مثل اون شخصی که اینا رو هست رفتار کن، دو، و بعد به دست بیار، هاو. ما چی کار میکنیم؟ ما میخوایم اول به دست بیاریم، خب شادی و خوشحالی و فلان و اینا رو، سلامتی و اینا رو به دست بیاریم به جای اینکه باشیم، یعنی بمون یه نفر یاد بده که ما اینا رو باشیم. ما فکر میکنیم من باید اول انجام بدم، انجام بدم، انجام بدم، انجام بدم، انجام بدم، تا به دست بیارم، تا بشم. برای ما اول میریم دنبال اون انجام دادنه. رودخونه رو برعکس حرکت میکنیم، جهت رو برعکس حرکت میکنیم. این یکی از بزرگترین کشفهایی است که در روانشناسی و در روان شناختی و در معنویت و در فلسفه و در کوانتوم فیزیکس ما به اون رسیدیم. بی دو هاو، ما الان آدم ها شکار میکنن دو هاو بی، انجام بده، به دست بیار، بعد بشو. خب من صحبتم امروزم رو داشتم با اتون، اگه سوالاتی باشه ساناز عزیز در خدمت هستم. دکتر ممنونم از صحبت های خیلی خوبتون. سوال که بله داریم، فقط من اینجا یه عذرخواهی بکنم از دوستان اینستاگراممون، چون که ما اول اینستاگرام یه دیسکانکشن داشتیم و فکر کنم مثلا 2 دقیقه اول صحبتتون رو دوستایی که روی اینستاگرام ما رو فالو میکردن میس کرده باشن و از دست داده باشن. برنامه کامل رو میتونیم براشون بذاریم؟ حتما حتما که برنامه کامل رو براشون آپلود بکنیم و از اول صحبتتون داشته باشیم. حتما. و اینکه بعد یه سری سوال داریم که من ازتون میپرسم، خیلی ممنون میشم که جواب دوستای خوبم رو بدید. حتما. سوال اول اینه که کسی که 3 سال پیش پدرش فوت شده هنوز ممکنه که افسرده باشه
یعنی افسردگی که داره مربوط به اون اتفاق 3 سال گذشته باشه؟ 100% میتونه باشه. اگر بخوایم در نظر بگیریم که یه چیزی حدود 70-80 شاید هم حتی 90% آدم ها واژه تکمیل بودن، کلوژر داشتن، کامپلیت بودن رو، اصلا کلیر بودن رو نمیدونن یعنی چی. اینا چیزهاییست که ما توی کارگاه به طور کلیدی بسیار روش تمرکز میکنیم و اون این هستش که من کار ناتمام نداشته باشم و کارم تمام باشه با آدم ها، یعنی چیزهایی رو که لازم دارم به اونها ابراز بکنم، ارتباطاتی رو که لازم دارم انجام بدم، شفافیت پذیری رو که لازم دارم با اونها داشته باشم، مسئولیت هایی رو که لازم دارم بپذیرم، بخشش هایی رو که لازم دارم بخوام، بخشش هایی رو که لازم دارم بدم، دردهایی رو که لازم دارم درمان بکنم و زخمهایی رو که لازم دارم التیام بدم. وقتی که اینها، زخم بازه، درد انجام نشده است، حرفهای ابراز نشده است، ارتباطهای ناکامله، کارهای ناتمامه، خب همه این زخم بازه و این زخم خب چرک میکنه و وقتی که این زخم چرک میکنه به علائم بیشتری تبدیل میشه و هی روز به روز بدتر میشه، به خودش جذب میکنه دردهای دیگر رو، به هی عمیق‌تر میشه و از یک ممکنه غم و درد و از دست دادن تبدیل بشه به افسردگی، تبدیل بشه به افسردگی مزمن، تبدیل بشه به افسردگی همراه با مریضی های دیگه مثل فراموشی، مثل آلزهایمر، مثل دیمنشیا، مثل مشکلات فیزیکی، مثل سایکاتیک دیپریشن، سایکوسیس اند دیپریشن، خب اینا ادامه پیدا میکنه، مثل بایپولر دیسوردر، اینا هی ادامه پیدا میکنه، بدتر و بدتر و بدتر میتونه بشه. 100% 3 سال از فوت یک عزیزی گذشته باشه، اگه حلش نکردین، اگه خشم داریم با پدرتون، اگه حرفای ناگفته داریم باهاشون، اگه درد دارین، اگه ناراحتی و غم دارین باهاشون، حتی اگر افسردگی شما مربوط به شوک باشه و یا فقدان باشه و یا درد وجدان باشه از اینی که رفتارهای نادرستی باهاشون کردین، اینا همه میتونه روتون اثر بذاره. مرسی و حتما بهتون توصیه میکنم کارگاه مقدماتی ما رو لااقل انجام بدی. مرسی. ممنونم خانم دکتر. سوال بعدیمون هستش که با پارتنر افسرده و مضطرب و نگران که حاضر نیست نه کارگاه شرکت بکنه و تراپی و نه تراپی بره، چی کار باید بکنه؟ توضیح دادم که چه کار باید بکنید. باید باهاشون یک ضربل عجلی داشته باشین، تا این تاریخ میری کمک میگیری یا من نیستم، این دارو منم اثر میذاره و تو آزادی، نخوای کمک بگیری هیچ وقت، تو این حال بمونی، خیلی هم دوستت دارم، خیلی هم برام عزیز هستی، ولی من تعهد به یک زندگی شاد، یک پارتنرشیپ خوب، یک زندگی خوشحال موفق دارم که بیشترین میزان لذت رو در کنار تو بخوام تجربه بکنم و اینجوری نمیشه خب، و من مجبورم که از این زندگی بیام بیرون تا تو حاضر نیستی کمک بگیری. ببینین، آدم ها رو ما یه موقع هست باید بزنیم یه سیلی تو گوششون بیدارشون بکنیم، چون خودشون اقدامی نخواهند کرد مادامی که ما هی تحمل میکنیم. باید یه جایی برسه که اون آدم بگه که اوه واو، این دیگه از این به بعدش نمیتونه تحمل کنه. مرسی از شما. سوال بعدی این هستش که با آدمی که افسرده هست رفتن توی رابطه کار درستی به امید اینکه درمان میشه و درمان میکنه خودش رو؟ نه، کار خیلی غلطیه، به خاطر اینکه اگه اون تا حالا هیچ اقدامی نکرده که خودش رو درست بکنه، چه امیدی هستش که الان بکنه؟ شما میتونین خیلی دوستانه بهش بگین که من از خیلی ویژگی های تو خوشم میاد، خیلی زیاد، و واقعا دلم میخواسته همیشه کسی مثل تو رو ملاقات بکنم،
منتها من یک حد و مرزی دارم و اون این هستش که و یا یکی از ارزش‌های من این هستش که با کسی که روی خودش کار کرده و سلامت روحی، روانی، عاطفی، فکری، رفتاری، جسمی و جنسی داره وارد رابطه بشم و تقاضای من ازت این هستش که برای خودت کمک بگیری و ما دوباره ریویزیت بکنیم 6 ماه دیگه بعد از که تو رفتی و کمک گرفتی، ببینیم اگر که هنوزم مایل هستی که با من بیرون بریم و من تا اون موقع با کسی نیستم، خوشحال میشم با هم بیرون بریم. با مهربونی، با محبت، با عشق، با نوازش، با درک و فهم و شعور و با اینی که ایشون کمک بگیره، چون مسائل و مشکلات هورمونی یه بر قضیه است، ولی افسردگی هایی که از قبل ما با خودمون توی حاملگی آوردیم قضیه بدتر میشه. به همین جهت ما بارها و بارها و بارها عزیزان حامله و باردار رو توی ورکشاپ های هم مقدماتی، هم پیشرفته، هم پیشرفته پیشرفته پیشرفته، یعنی بریج و لیدرشیپ 2, 1 و 2 پارتنرشیپ داشتیم. من به تو قول میدم که خیلی خیلی عالی پیش میرن و حتما حتما براشون کمک بگیرید. مرسی. اول همه به درمان خودتون بپردازیم، برای اینکه خب خیلی واضحن شما اینجا هستین، دارین دنبال جواب میگردین، میخواین که این خوب بشه. ببینین عزیزان، برنامه های من اطلاع رسانیه، تراپی نیست. شما از طریق این برنامه ها مریضی به جدیت افسردگی رو نمیتونین باها شوخی بکنین، شوخی بردار نیست. با یه نیم ساعت برنامه من شما افسردگیت برطرف نمیتونه بشه. حتی اگه صدها ساعت برنامه های تلویزیونی من، یوتیوب من، سی دی های من، کتاب های من رو گوش بدین، امکان نداره این افسردگی برطرف بشه. باید کارگاه ها رو شرکت بکنین یا جلسات مشاوره خصوصی بگیرین. باید قدم اساسی برای حل مشکلتون بردارین. تقاضا ازتون میکنم نگیرین بشینین اونجا برنامه اینستاگرام گوش بدین، فکر بکنین چیزی به جدیت افسردگی میتونه با جوابهای سوالای من اینجا خوب بشه. امکان نداره. حتما باید کمک بگیرین، کمک حرفه‌ای بگیرین. اینا کمک حرفه‌ای نیست، اینا اطلاعات حرفه‌ایه. درست مثل اینی که یه نفر بهتون بگه به خاطر برطرف کردن چاقی شما لازم دارید که نصف اون غذایی رو که دارین میخورین نصفش رو بخورین، لازم دارین که شکرتون رو کم بکنین، کربوهیدرات رو کم بکنین، ورزش رو زیاد بکنید، خوابتون منظم باشه، آب فراوان در عرض روز استفاده بکنین و خوشحال و شاد و سرحال و روحیه خوب داشته باشین و دلایل عاطفی پشت چاقیتون رو حلش بکنین. خب الان این اطلاعات رو به دست آوردی، شما لاغر شدی؟ آخه نه دیگه، نه دیگه. اگه که میتونستین که این اطلاعات در دسترس بود، پس الان شما باید الان همتون جنیفر لوپز باشین یا سلما هایک یا براد پیت. خب که نیستین دیگه. پس اطلاعات به طور کافی، به طور مستقل کافی نیست. باید ادامه دار به دنبال اون درمان آدم ها برن. تقاضا ازتون میکنم این کار رو حتما انجام بدین، چه حالا با من چه با هر متخصص دیگه ای که خودتون صلاح میدونین. کارگاه ها و تاریخ اونا رو من اعلام میکنم. الان یک تخفیف بسیار ویژه داریم برای 2 نفر. اگر با هم ثبت نام بکنین، نفری 825 دلار هست،
یک نفر اگه ثبت نام بکنی قیمت 1000 دلار هست، این قیمت تخفیفی است از قیمت 2000 دلار هر نفر. یعنی شما واقعا دارید یک تخفیف بسیار بسیار ویژه‌ای میگیرید روی قیمت کارگاه ها. این تخفیف ویژه رو ما داریم برای کارگاه مقدماتی بانوان که 6 تا 8 ماه جون برگزار میشه، و همینطور کارگاه مقدماتی آقایون که از 20 تا 22 ماه جون برگزار میشه. هر دو کارگاه آنلاین هست و ساعت کارگاه به ساعت نیویورک هستش. ممنونم از اینی که به برنامه امروز توجه کردین. همینطور برای عزیزانی که مایل هستید که اطلاعات وسیع تری از کارگاه ها بگیرید و همینطور هنر خلق معجزات رو از من یاد بگیرید، 25 ماه می یک زومینار 90 دقیقه‌ای داریم که میتونید برای اون ثبت نام بکنید. لینک ثبت نام رو براتون میذاریم. میتونید ساعت 9 تا 11 صبح هستش، 9 تا ببخشید 10 و نیم صبح به وقت لس آنجلس. این زومینار 25 ماه می هستش. زومینار رایگانه. مرسی. مرسی از شما. مرسی. روزتون خوش و خدا نگهدار.